جناب آقای درویش پور، میدونیم که امروز یک روز بسیار مهم و تاریخی برای جنبش دادخواهی است. همزمان که قرار حکم دادگاه حمید نوری بعد از 9 ماه اعلام بشه بالاخره، اما خب در بلژیک هم همزمان لایحه انتقال زندانیان بین ایران و بلژیک داره تصویب میشه که خب در صورت تصویب خطر در واقع استرداد اسدالله اسدی به ایران رو ممکنه داشته باشه. شما از این روز و این وقایعی که همزمان در جریان هست برای ما بگید و اهمیتش برای جامعه ایرانی. در واقع ما باید در یک بیم و امید به سر میبریم. اگر از قسمت بیم شروع بکنم، با توجه به حتی قراردادی که دولت سوئد با ترکیه نوشته برای بازپس فرستادن اعضای پکاکا، طبیعتاً نگرانی از این که باجدهی بشه به دیکتاتورها برای مصالح خودشون این ریسک رو افزایش میده. این خطر با توجه به رفتار دولت بلژیک میتونه تأثیر روی رفتار دولت سوئد هم بگذاره و اونم نه موقع صدور حکم. من نگران صدور حکم نیستم، نگران اینم که بعد از صدور حکم چقدر ممکنه وجه مصالحه قرار بگیره. با توجه به این که یکی از مسئولین جمهوری اسلامی دیروز رسما درخواست آزادی حمید نوری رو مطرح کرده، به یک معنی باجخواهی رو شروع کردن به عریان‌ترین شکل ممکن، بنابراین این نگرانی وجود داره که برای مبادله با جلالی، برای مصالح اقتصادی سیاسی اتحادیه اروپا و دولت سوئد، بعد از صدور حکم و مدتی حتی گذشت از زندان ایشون، این وجه المصالحه صورت بگیره. اما اگر از امیدها بگیم، این که 9 ماه یک چنین محاکمه گسترده‌ای صورت گرفت و این همه افشاگری شد در سطح بین المللی سوئد و بین المللی راجع به حکومت جمهوری اسلامی، و این که فراموش شدگانی که قربانیان جمهوری اسلامی در کشتار دهه 60 بودند در یک دادگاه در سوئد که ارزش بین المللی داره، ولو اینکه خود این دادگاه بین المللی نباشه، نشان دهنده اینه که جنبش دادخواهی توان اعتماد به نفس بیشتری رو پیدا کرده، این امکان رو پیدا کرده که با پیگیری بیشتری تمام قربانیان جمهوری اسلامی رو در کنار یکدیگر قرار بده برای یک صدای گسترده‌تر و برای پیگیری جنبش دادخواهی که گام‌های بعدی خواهد برداشت. علاوه بر اون، من بسیار بعید می‌دانم که دادگاه سوئد تحت تأثیر فشار جمهوری اسلامی در واقع در این حکم مثلا تخفیف بده یا تبرئه کنه. فکر می‌کنم دادگاه حکم سنگینی صادر خواهد کرد، جزئیاتش بر من روشن نیست. حکم دادگاه به گمان من سنگین خواهد بود، اما اینکه بعد از آن چه میشه، طبیعتاً به رفتار دولت سوئد فشارهای از جمله جامعه ایرانی بستگی داره. و به گمانم بسیار مهم این که همینطور که در مورد بلژیک افکار عمومی آنچنان بسیج شد که دولت بلژیک رو ولو موقتاً به عقب ران، بسیار مهمه که بعد از صدور حکم دادگاه هر تلاشی برای آزادی جمهوری اسلامی صورت، آزادی حمید نوری صورت بگیره، باید با فشار بین المللی سوئدی ها، ایرانی ها و تمام مجامع حقوق بشر جلوی احتمالی یک سازش گرفته بشه. ولی به گمان من همین روز تاریخی پیروزی بزرگی برای ملت ایرانه، برای جنبش دادخواهی ایرانه، و فکر میکنم روزی است که همه ایرانیان میتونن به یکدیگر لبخند بزنن. جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی در سوئد در واقع محاکمه و حکم محکومیتش صادر شده. خیلی از شما سپاسگزارم آقای مهرداد درویش‌پور. ممنون از شما.